بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام عرض ادب خدمت همه بینندگان محترم، شاگردان نهایت گرامی. امیدوار هستم که جور و صحت و سلامت باشین. به همین امیدواری درس امروز ما را آغاز میکنیم. شاگردان نهایت گرامی، درس امروز ما ترسیم مزله منظم هست. عنوان درس ما ترسیم مزله منظم. قبل از اینکه ما سر ترسیم مزله منظم صحبت کنیم، درس دیروز ما خصوصیات چارزولی، مرسوم و دایره بود. در درس دیروز ما خواندیم که مجموعه زوایای داخلی یک مثلث از رابطه n منفی 2 اس n مساوی n منفی 2 ضرب 180 درجه دریافت پیدا می‌کردیم و همچنان گفتیم که تعداد قدره‌هایی که از یک رأس انزولی رسم می‌گردد از رابطه n منفی 3، از این رابطه تعداد قدره‌هایی که از یک رأس انزولی رسم می‌گردد از رابطه n منفی 3 به دست می‌آید و همچنان تعداد مثلثهایی که در داخل یک مثلث از یک رأس تشکیل می‌شن از رابطه n منفی 2. حرف چهارمی که ما گفتیم که مجموعه زوایای مقابل یک چارزولی مرسوم به دایره 180 درجه است که او را هم ثبوت کردیم. این بود درس گذشته. درس این روز ما ترسیم یک دایره مزله منظم است. وقتی که ما میخواییم یک دایره یک مزله منظم ترسیم کنیم که این مزله منظم محیطی باشه و یا محاطی، مثلا ما یک دایره اول رسم میکنیم، شما ببینیم زمانی که بر ما خواسته میشه، مثلا به ما گفته میشه که شما یک شش سولی رسم کنیم یا یک هشت‌سولی رسم کنیم، ما یک رابطه داریم که وسعت زاویه مرکزی مقابل به هر ضلع انزولی از این رابطه به دست میاد. ما 360 را تقسیم n میکنیم. 360 گرد این نقطه 360 درجه است یا محیط دایره 360 درجه است. n تعداد اضلاع هست و تیتا هم زاویش است. حالا اگر ما بخواییم برای ما بگوید شما یک هشت زولی رسم کنیم، ما میگیریم 360 تقسیم 8. این مساوی میشه وقتی که ما اختصار کنیم به 4، اگر اختصار کنیم 2 4 8 9 4 36 صفر بالا میگیریم 90 تقسیم 2 45 درجه. حالا ما میگیم دایره خود را با چند درجه تقسیم میکنیم؟ هر زاویه را به 45 درجه، یعنی این دایره را به 8 حصه مساوی تقسیم میکنیم. مثلا شما حالا میبینین به می ترتیب ای تقسیم کردیم به 8 حصه مساوی دایره را چی کردیم؟ تقسیم کردیم. خب حالا انجامای شعاع را با یک دیگر چی میکنیم؟ وصل میکنیم. یکی بیام دوم به می ترتیب تا و اخیر. خب متوجه باشین شاگردای نهایت گرامی که شما در نتیجه یک هشت‌زولی منظم ما به دست میاریم. خب حالا در اینجا شما اگر نامگذاری کنیم A B C D E F G H، شما میبینین یک زل، دو، سه، چار، پنج، شش، هفت، هشت زل.
8 سال. ما گفتیم که وسعت هر زاویه مرکزی، وسعت زاویه مرکزی مقابل به هر ضلع یک انزولی، وسعت هر زاویه مرکزی مقابل اضلاع، یا بر تعبیر دیگر بگوییم که وسعت زاویه مرکزی مقابل به هر ضلع یک انزولی منظم مساوی هست به 360 بر ام. یعنی اینی زاویه مساوی است به 360 تقسیم ام، که ام ما اینجا چند است؟ 8. خب عالم بر ما میگه که از تقاطع اینیا این نقاط میبینیم که یک مظله منظم به دست آمد. یا کار دیگه میکنیم، وقتی که دایره رو رسم کردیم یک پرکار میگیریم و با اندازه های مساوی قوس ها را جدا میکنیم، بعد از او با مرکز وصل میکنیم و با دو نقطه را با هم وصل میکنیم، بازم یک مظله منظم به دست آمد. مظله منظم شما میفهمید که مظله ای هست که اضلاع و زوایاش با هم مساوی باشه، یعنی ای زاویه با ای زاویه مساوی باشه، ای ضلع با ای ضلع مساوی باشه، ای ضلع با ای ضلع مساوی باشه، به این ترتیب ای ضلع با ای ضلع در تمام اضلاع، یعنی اضلاع و زوایای یک مظله با هم مساوی بود، ما میگیم این مظله را مظله منظم هست. خب در اینجا شما دیدین که هر زاویه مظله ما چند درجه است؟ 45 درجه. اینجا برای ما حاصل شد و این مثلث هایی که در داخل دایره با وجود آمد، این مثلث ها با هم مساوی و انطباق پذیر هستند. باز تکرار میکنم، شما برای ترسیم یک مثلث با داخل دایره یا مثلث محیطی، شما میین اول 360 تقسیم تعداد اضلاع میکنین، اگر ضلعتان 3 می باشه، 4 می باشه، 8 می باشه، 10 می باشه، بعد از اون شما از مرکز نظر به مزاویه که 45 درجه بود همراه نقاله یه چی میکنین؟ جدا میکنین، بعد از اون شعار انجام شعار با هم وصل میکنین، یک مظله به دست میاد. خب اینجا این یک مظله منظم دیگر ترسیم میکنیم، 6 ضلعی. اگر ما بخواییم ایره به 6 ضلع از پیدا کنیم، 6 زاویه مساوی، ما نشته میکنیم که 360 تقسیم 6، ایره به 6 ضلع، پس 360 مساوی است. یک 6 ضلعی بخواییم منظم رسم کنیم، یک شش 36، پس وسط هر زاویه باید چند درجه بیاد؟ 60 درجه. خب ما در اینجا چون میفهمین این دایره را که از اینجا ما یک خط بکشیم، 180 درجه این طرف موند، 180 درجه به این طرف، حالا ما میگیریم این قسمت و این قسمت، با شما میتونین همراه پرکار بسیار خوبتر و بهتر میره اندازه بگیرین که اندازه هایتان دقیق باشن. یکیش و ایام خب به این ترتیب این به این طرف ادامه میتیم و این هم به این طرف. حال شما ببینین بیشتر که ما رسم کردیم محیطی بود، حالا را میخواییم که یک مظله چیش رسم شود؟ محاطی رسم شود. خب حالا وقتی که ما این مظله را رسم کردیم، این نقاطش هم با هم چی میکنیم؟ وصل میکنیم. این نقاط را با اینجا چی میکنیم؟ وصل میکنیم. خب یا به اینجا، یا به این قسمت و یا به این قسمت، ایشون به اینجا، ایشون به این قسمت. حال شما اینجا میبینین که یک مظله رسم شد. اگر ما بیم این مرکز او بگوییم، ما بخواییم اینجا A B
C, D, E, F. و شش سون رسم شد. حالا اگر از ما بخواهی که مساحت زیر ما چطور میتونیم پیدا کنیم؟ شما با مساحت یزی مین از اینجا از مرکز یک عمود بالای یزی بس میمونیم. نام یزی رو میمونین، نام شوا. این رو میتونین با اینجا رسم کنین، با اونجا رسم کنین، به هر جایی که شما میتونین. میتونین به این قسمت رسم بکنین، به هر قسمت. حالا شما میفهمین که اینی زل از اینجا تا اینجا ای است. و تمامی زلها با هم چی هستن؟ ای با هم مساوی هستن. چون مزله، مزله منظم است. پس اینا هم ای هستن. حالا وقتی که ما مساحت یزی را پیدا کنیم، ما میگیم ای مساحت از این مزله مساوی میشه. ای بی خط خطی ای بی ضرب در آر ضرب در خب یک دو سه چهار بلاخره چند دانه است؟ شش دانه. حال ما با اگر نشته کنیم ضرب این ای این میتونه شش باشه، میتونه ده باشه، میتونه هچک باشه. حال به این شکل هم نشته کده میتونیم که این مساوی میشه ای ضرب در آر ضرب در این. خب محیط یزی را شما محیط را میفهمید که اگر ما محیط یزی را پی بگیریم، پس محیط یزی ای جمع بی تمام یعنی از لا را با هم جمع کنیم محیطش میشه. خیر محیط را اگر ما بخوایم پیدا کنیم، ما میتونیم مجموعه یزی را جمع کنیم. حالا وقتی که ما محیط مزله را میخوایم پیدا بکنیم، این را به شکل دیگه هم ما نوشته میکنیم. این قسمت یک دو هم داره که چون مثلث هست و به می ترتیب اینجا هم این محیط را از این را که ما پیدا کنیم، ما میگیم یک بر دو ضرب در ای ضرب در چند میشه؟ ضرب این. حال محیط از این را شما وقتی که پیدا کنید، ببخشید مساحت از این را که شما پیدا کنید مساوی میشه یک بر دو ضرب در پی ضرب در این. پی محیط هست و ضرب در آر ضرب در آر و آرام شما اینجا میبینین هیره بر سهم هم میگن، ارتفاعی مثلث هم میگن. اگر ما بی محیطی از این پیدا کنیم، محیطی از این خیلی چی هست؟ محیطی از این شما میفهمین که ای بی این زلی که ما داریم خط خط ای بی ضرب در این. یا نشته کده میتونیم که پی مساوی است ای ضرب در این. خب شاگردای نهایت گرامی باش که اینجا یک همک واضح تر براتان نوشته کنم که مساحت شا گفتیم مساوی است یک بر دوی خط خط ای بی ضرب در آر ضرب در این و همچنان ای مساوی میشه یک بر دوی عوض ای بی ای را گرفتیم ضرب در آر ضرب در این. اگر بیاییم محیط تمام این محیط را به پی نشان بدیم، عوض ای ضرب این ما اونجا پی را گذاشتیم که این مساحت را میتونیم به این شکل هم نشان بدیم و محیط را میتونیم به این شکل نشان بدیم. حالا سوال اگر بر ما بتم که شما یک سوال را اینجا برتان میگیم، اگر باشه این مساوی باشه و این مساوی باشه و چار در اینجا یعنی چار زلی باشه، آر مساوی باشه، امیرک شش گرفتیم شش میگیریمش که شما بفهمید شش، آر مساوی باشه و سه و ای بی مساوی باشه و چار. حالا این قسمت برای ما داد، این قسمت برای ما داد که یک زلش هست 4 سانتی متر. این رو برای ما داد آر مساوی است به 3 سانتی متر. اون اونجا گرفت. و تعدادش هم گفت 6. پس ما میگیم مساحت از امین مساحتی از این مساوی میشه به 1 بر 2 ضرب در. ای بی ما چند است؟ 4. ضرب در 4. ضرب در آر. آر چند است؟ 3. ضرب 6. پس ای مساوی میشه به 1 2 2 2 4.
دو سه شش شش ضرب شش 36 سانتی متر مربع این مساحت شد. خب خیر محیط اینمی مزله ما با اینمی قیمت هایی که ما برای آر و ای و ای بی و ان دادیم محیط از این مساوی میشه ب. محیطش ما گفتیم ای بی ضرب ان یا ای ضرب ان. ای ما چند است؟ در اینجا ای 4 ضرب در این چند است؟ 6. پس محیط مساوی میشه 6 4 24 سانتی متر محیط شد. خب یک بار دیگه تشریح میکنم. شاگردای نهایت گرامی ما دو مزله را اینجا ترسیم کردیم. یک مزله که محیطی است و دیگر مزله محاطی است، یعنی یک مزله داخل دایره است و یک مزله محاط به دایره است. مزله محیطی را شما میفهمید این محاطی را که از لای مزله با دایره مماس باشه. مزله در درس‌های قبلی خواندین محیطی را میفهمیدین که از لای دایره از رأس مزله بگذره یا مماس باشه. ما در اینجا گفتیم یک مزله را که شما رسم میکنیم، شما اول از رابطه‌ای که پیشتر ما نشون دادیم این مساوی به 360 تقسیم n، از این رابطه شما میتونیم مزله منظم رسم کنیم. تیتا مساوی است به این. در اینجا شما ما گفتیم که اگر ما بخوایم یک اجزولی 360 تقسیم 8 کردیم، هر زاویه 45 درجه آمد. وقتی که 45 درجه آمد، ما گرفتیم این زاویه، یک زاویه 45 درجه به مرکز با مجاور از این زاویه های مساوی که 45 درجه ترسیم کردیم. چند زاویه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 زاویه. بعد از اون مرکز به محیط دایره وصل کردیم. وقتی که وصل کردیم ای بعد از او انجامای شعاع را با هم وصل کردیم، دیدیم یک مزله منظم به دست آمد. این مزله منظم تمام اضلاع و زوایش با هم مساوی است. ما گفتیم که مزله منظم مزله است که اضلاع و زوایش با هم مساوی است. آمدیم که بیم اگر یک مزله محاط به دایره رسم کنیم. در این مزله محاط به دایره عین کار را انجام دادیم، فقط ما در اینجا خواستیم که مساحت این مزله را خیلی قسم به دست میریم. گفتیم مساحت این مزله را ما میگیم که ای بی ضرب در آر تقسیم دو ضرب در ان. چرا ان؟ یک زل، دو زل، سه زل، چهار زل، پنج، شش. اگر بالاخره اگر ان زل باشه، ما نشته میکنیم مساحتش یک بر دوی ای بی ضرب در آر ضرب در ان. ان تعداد اضلاع، آر اینمی خط شعاع دایره و یا سهم مزله هم برش میگم که در اینجا مثلث یه ارتفاعش هم شده میتونم. پس است A مساوی است یک بر دوی A ضرب در R. A ما چون تمام اضلاعش مساوی است، ما اونو موی AB را اینجا مساوی قرار دادیم به A ضرب در R ضرب در N. از اینجا A را نوشته کردیم یک بر دوی P. P را عوض A و N چون محیط به P نشان میدن، اینجا آوردیم P ضرب در R. و همچنان نوشته کردم میتونیم که محیط AB ضرب در N، یعنی اینی زل ضرب در n. اگر n 6 باشه ضرب 6، اگر 4 باشه ضرب 4، اگر 10 باشه ضرب 10. پس b p مساوی است a ضرب در n. a به جای ab ما میتونیم a هم نوشته کنیم. این بود درسی که ما برای شما دادیم. میخوایم یک خلاصیش بیان کنم. ما گفتیم که وسعت زاویه مرکزی هر ضلع یک انزولی منظم 360 360 تقسیم این است. وسعت زاویه مرکزی هر ضلع انزولی مساوی هست به 360 درجه، 360 تقسیم n. اینی میره وسعت زاویه هر انزولی میگن. ترسیمات هم انشاءالله فهمیده باشین. شما در کتابچه هایتان در سوال تمرین یک دو سه سوال است، شما این را حل کنین. تا درس دیگر که باز در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به خداوند یکتا و بی همتا میسپاریم. شب روزتان بخیر.